انسان عصر جدید روز به روز به منابع انرژی بیشتری نیاز داشت. خانه ما زمین هر آنچه از انرژی طی قرون و اعصار اندوخته بود در اختیار انسان گذاشت. این اندوخته چیزی نبود جز سوخت‌های فسیلی. برق مورد نیاز برای دنیای مدرن امروزی، سوخت خودروها، قطارها، کشتیها و هواپیماها، حرکت چرخهای کارخانجات، همه و همه به مدد سوختهای فسیلی این منابع ارزان قیمت انرژی میسر شده است. اما بشر دریافت که این منابع انرژی نقطه پایانی دارد. زمین دیگر نفت، گاز و زغال سنگ تولید نمی کند. پس چه باید کرد؟ چه جایگزینی برای سوختهای فسیلی وجود دارد؟ پاسخ را می توان در انرژی های تجدید پذیر یافت. انرژی های تجدید پذیر چیست؟ انواع آن کدام است؟ این انرژی ها چه ویژگی هایی دارند؟ آیا به لحاظ اقتصادی به صرفه هستند؟ سمت و سوی جهان امروز در رابطه با این نوع انرژی چگونه است؟ انرژی تجدید پذیر چیست؟ انرژی های تجدید پذیر نقطه مقابل انرژی های یکبار مصرف است. سوخت های فسیلی نماد انرژی های یکبار مصرف می باشد. این سوخت ها از انباشت گیاهان و جانوران زیر گل و لای در فشار و حرارت مناسب پدید آمدند. بدیهی است که شرایط به وجود آمدن چنین سوخت هایی دیگر فراهم نیست. اما انرژی های تجدید پذیر تمام نمی شوند و معمولاً آلودگی به همراه ندارند. خورشید همیشه هست. باد تمام نمی شوند. گرمای زمین همواره وجود خواهد داشت. امواج متلاطم دریا آرام نخواهند گرفت. اینها منابع انرژی جدید هستند. انرژی های تجدید پذیر. انرژی خورشیدی چیست و چگونه از آن بهره برداری می کنیم؟ خورشید بزرگترین منبع انرژی است و اگر نبود همه مردمان جهان، جانوران و گیاهان از بین می رفتند. دمای سطح خورشید حدود 10,000 درجه سانتیگراد است. خورشید در هر ثانیه 770 میلیون تن هیدروژن می سوزاند. با استفاده از انرژی خورشیدی می توان در مصرف سوخت‌های فسیلی صرفه‌جویی کرد. انرژی خورشیدی هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند و هیچ وقت تمام نمی شود. به شیوه‌های متفاوتی می توان از این منبع لایزال انرژی بهره برد. در روزهای آفتابی انرژی تابشی خورشید فضای درون ساختمان را گرم می کند. شیشه پنجره ها مانند یک گلخانه عمل کرده مانع خارج شدن گرما می شود. اما انسان به همین بسنده نکرده است. انسان امروز راه های متفاوتی برای جذب انرژی خورشید یافته است. یکی از ساده ترین این راه ها آبگرم کن های با دمای کم است که می توان از آنها در خانه ها استفاده کرد. این آبگرم کن ها با بدنه تیره گرمای خورشید را جذب می کنند و شیشه جلوی آنها مانع از خروج گرما می شود. روشی دیگر بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به کار بردن سلول‌های خورشیدی است که نور را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می کند. ماشین حساب‌هایی که به سلول‌های کوچک خورشیدی مجهز هستند در همه جا یافت می شود. استفاده گسترده تر از این فناوری در سیستم‌های تولید الکتریسیته مداربسته است. این سیستم ها
که از چند صفحه فوتوولتایک، مدار کنترل شارژ و باتری برای ذخیره الکتریسیته تشکیل شدند، در اماکن دور افتاده بسیار مؤثرند. حتی می توان برای صرف جویی در هزینه برق خانگی نیز از چنین سیستم هایی استفاده کرد. مزرعه های فوتوولتایک کاربرد صنعتی این روش است. در چنین مزرعه هایی سواحات فوتوولتایک نیروگاهی را تشکیل می دهند که بخشی از برق سراسری را تامین می کند. ردیاب ها همواره سطح فوتوولتایک را به سمت خورشید نگه می دارند تا این سیستم بیشترین بازده را داشته باشد. شیوه دیگر، استفاده از آینه برای متمرکز کردن پرتوهای خورشید در یک ناحیه کوچک است. صفحات سهمی شکل طولانی دمای مایع هیدروکربن داخل لوله سیاه رنگ را که در کانون آن قرار دارد بالا می‌برد. این مایع در تبادل حرارتی بخار آب با فشار بالا تولید می‌کند و در نهایت بخار آب حاصل از آن توربین‌های نیروگاه برق را به حرکت در می‌آورند تا برق خانه‌های ما تأمین شود. اما چون این نیروگاهی در شب خاموش خاموش است، راه حل این مشکل برج‌های خورشیدی است. این برج‌ها حاوی موادی مانند نمک با درجه ذوب حدود 400 درجه هستند. نور خورشید توسط آینه‌های تخت یک ردیاب آنها را هدایت می‌کند، بر روی برج متمرکز می‌شود. نمک درون منبع ذوب می‌شود. لوله‌های آب که از مجاورت منبع عبور می‌کنند، گرمای نمک مذاب را به خود جذب می‌کنند و به این ترتیب بخار آب مورد نیاز برای چرخاندن توربین تامین می شود. اما در شب چگونه برق تولید می شود؟ نمک مذاب منبع حرارت شبانه است. در طی شب نمک مذاب حرارت مورد نیاز برای تامین بخار آب را تامین خواهد کرد. به این ترتیب نیروگاه خورشیدی هم در شب و هم در روز برق مورد نیاز ما را تامین می کند. انرژی باد چیست و چگونه از آن بهره می بریم؟ عامل پدید آورنده باد خورشید است. توده های هوا که در اثر تابش خورشید گرم شدند به بالا حرکت می کنند و توده های هوای سرد جایگزین آنها می شود. به این ترتیب پدیده‌ای به نام باد به وجود می آید. انسان از دیرباز از انرژی باد بهره برده. کشتی های بادبانی قدمتی چند هزار ساله دارد. آسیاب های بادی نیز از نیمه قرن 18 و برای سالیان متمادی به بشر در آرد کردن غلات یاری رساندند. اما انسان امروزی از باد انتظاری فراتر دارد، تولید الکتریسیته. دوربین های بادی در جهان امروز سالانه بیش از هزاران میلیون کیلووات برق تولید می کنند. دوربین های بادی در کالیفرنیای آمریکا و ویلز در انگلستان سالانه 6000 ساعت کار می کنند، یعنی 2/3 اوقات سال. اما در 1/3 باقی مانده ساکن و بی حرکتند. چنین زمانهایی که باد نمی وزد به سرویس و نگهداری توربین ها اختصاص می یابد. هزینه تعمیر و نگهداری توربین های بادی بسیار پایین است و این توربین ها با عمر مفید 25 ساله مقرون به صرفه به نظر می رسند. هر واحد نیروگاه بادی از حدود 40 تا 100 توربین تشکیل شده است. نگاه انسان‌ها به مزارع توربین بادی متفاوت است. برخی انسان‌ها با دید هنری به منظره توربین‌های بادی نگاه می‌کنند و شکل موزون و حرکت منظم پره‌های 40 متری آن را منظره‌ای چشم نواز به شمار می‌آورند. اما برخی نیز توربین‌های بادی را اشیایی ناهماهنگ با طبیعت می‌دانند. برخی نیز از صدای این ماشین‌های بزرگ شکایت دارند. اما هر چه هست، استفاده از انرژی باد صرفه‌جویی قابل توجهی در استفاده از سوخت‌های فسیلی را به همراه دارد
و از تولید حجم قابل توجهی گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌کند. انسان از انرژی آب چگونه استفاده می‌کند؟ آسیاب‌های آبی در کنار رودخانه از اولین نمونه‌های استفاده بهینه انسان از انرژی آب است. اما سیستم چرخ‌دنده‌های انتقال نیرو در آسیاب‌های آبی توان راه انداختن ژنراتورهای بزرگ برق را ندارد. به این منظور سدها در مسیر رودخانه‌های پرآب ساخته می‌شوند. آب جمع شده پشت سدها منبع انرژی پتانسیل گرانشی است. برق تولید شده توسط این پتانسیل بزرگ الکتریسیته مورد نیاز صدها میلیون انسان را تامین می‌کند. اما انسان امروزی به این میزان قانع نبود. امواج خروشان دریاها و اقیانوس‌ها دانشمندان را به فکر فرو برد. چگونه میتوان این انرژی هنگفت را کنترل کرد؟ امواج اقیانوس‌ها توان تولید الکتریسیته به میزان 2 برابر نیاز جهان را دارد. اما در حال حاضر خیلی کم میتوانیم از آن برداشت کنیم. مولد برق که با نیروی امواج آب کار میکند از انرژی جنبشی ناشی از افتخیز امواج بهره میبرد. برخی مولدهای جریان برق نیز با همین مکانیزم از نیروی جذب و مد استفاده میکنند. انرژی زمین گرمایی چیست؟ هرچه از سطح زمین به پوسته‌های داخلی آن می‌رویم، دما افزایش می‌یابد. هسته زمین که از آهن و نیکل تشکیل شده، گدازان است. آتشفشان‌ها نمودی از فوران این مواد مذاب هستند که به پوسته زمین رخنه کرده است. دانشمندان برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی روش‌های متفاوتی را به کار می‌گیرند. در برخی موارد با حفر چاه بر روی چشمه‌های زیرزمینی که از روی گسل‌ها عبور کرده‌اند، بخار آب با فشار زیاد را استخراج کرده و به طور مستقیم برای چرخاندن توربین‌های بخار به کار می‌برند. فشار در برخی از این چاه‌ها تا حدی است که آب جوشان را تا 115 متر به بالا پرتاب می کند. شیوه دیگر بهره برداری از انرژی زمین گرمایی حفر چاه‌ها در مناطق مناسب و پمپ کردن گلولای جوشان به چرخه‌های تبادل حرارت است. به این ترتیب گرمای موجود در زیر پوسته زمین در تولید بخار مورد نیاز برای چرخاندن توربین مولد به کار گرفته می شود. نیروگاه‌هایی که به این شیوه ها کار می کنند هزاران مگاوات برق تولید می کنند. برقی کم هزینه بدون ایجاد مواد آلاینده و گازهای گلخانه‌ای. چگونه از سوخت‌های گیاهی یا بیوماس برای تولید انرژی استفاده می‌کنیم؟ انسان‌های نخستین از آتش ناشی از برخورد سائق به درختان می‌ترسیدند، اما رفته رفته فرا گرفتند که چگونه آن را مهار کنند و از انرژی آن برای گرم شدن و پختن غذا استفاده کنند. این انرژی میسر نمی‌شد مگر با استفاده از گیاهان. اما صنایع مدرن امروزی استفاده های بسا بیشتری از این منبع انرژی دارند. برخی نیروگاه‌ها در مکانیزمی بسیار ساده از سوزاندن چوب به عنوان منبع حرارتی برای تولید بخار آب مورد نیاز برای چرخاندن توربین مولد استفاده می‌کنند. محصولات جانبی کشاورزی مانند تفاله‌های دانه‌های روغنی، کاه، چوب، فضله حیوانات و حتی فاضلاب انسانی می تواند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. دانه های برخی گیاهان سرشار از روغن هستند. طی فرایندی می توان روغن این گیاهان را به سوخت مایع تبدیل کرد
که اصطلاحاً به آن گازوئیل زیستی می‌گویند. از تخمیر و تجزیه فضولات حیوانات نیز گاز متان آزاد می‌شود که به نام بیوگاز هم معروف هستند. متان سوخت مرغوبی است که در نیروگاه‌ها و حتی در آشپزخانه‌های خانه‌های مردم از آن استفاده می‌شود. بشر امروزی حتی از دفن و تخمیر زباله‌های تشکیل شده از مواد آلی برای تولید گاز متان بهره می‌برد. سوخت گیاهی تمام نشدنی است و هنگام سوختن گاز گلخانه‌ای تولید نمی‌کند. در نتیجه زمین را گرم نمی‌کند. همچنین در سوختن متان هیچ گونه گاز سمی یا ذرات معلق و آلاینده ایجاد نمی‌شود. انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چه جایگاهی دارد؟ ایران به لحاظ جغرافیایی یکی از مستعدترین کشورها برای بکارگیری انواع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر است. مناطق بادخیز در جنوب و شمال ایران شرایط مناسبی را برای بکارگیری توربین‌های بادی فراهم کرده است. شهرهای مرکزی ایران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بسیار مناسبند و رودخانه‌ها و دریاهای ایران می‌توانند سهم بسیار بالایی در تولید انرژی الکتریکی داشته باشند. با این همه، دیکتاتوری حاکم بر ایران نه تنها برای استفاده از این موقعیت ویژه جغرافیایی اقدام مؤثری نکرده، بلکه با تاراج منابع انرژی زیرزمینی از جمله نفت و گاز اقتصاد ایران را در ضعیف‌ترین حد خود نگه داشته است.